حال ما خو همیشه نقشای منفی رو کار کردیم، ما هیچ وقت عاشق نشدیم در فیلم ها. همیشه در فیلم ها یعنی جذابترین انسان ما بودیم. خب بگیم دفعه یکم تو عاشق بدکار شد. ایره بیخی بفامی که وقت آمد ما بودی، حال آمد مستی. به خدا که شوهرم خبر شو از این گپایت اگر زنده بانه. سر دو پای بیشی بودی، سر دو پای بیشی. وطندارای عزیز السلام علیکم، حاضرین در تالار خوش آمدین، خوب هستین، بخیر هستین. شما را در انتظار نمیمانیم، سه مهمان داریم در برنامه خود. آوازخوان جوان مشهور خوش صدای کشور محترمه شمع آشنا و همچنان دو سینماگر موفق کشور ما ذبیح الله امانیار و غلام هنردوست مشهور با قلندر. از شان خواهش میکنیم روی استیج تشریف بیارن. بانو شما آشنا، خوش آمدین به برنامه ما. تشکر جلالی صاحب، من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت میهمان عزیز ما، خدمت تمام بیننده عزیز تلویزیون خورشید، خدمت تمام موزیشن که اینجا آمده، خدمت تمام امی اودینسی که معلوم میشین، خوش آمدین. خدا کنه برنامه خوب داشته باشین. به افتخار هنرمند آقای امانیار خوش آمدین به برنامه دم بدم. شما زنده باشین جلوی سب، اولتر از همه سلام و خدا خدمت شما. علیکم سلام. در طوران بیندگان تلویزیون تقدیم میکنم. زنده باشین. یک چک چک. آقای غلام هنردوست مشهور به قلندر و معروف به سنجیدت، خوش آمدین به برنامه ما. سلام عرض ادب دارم به خودت جلالی صاحب. علیکم سلام. و کارمندای این تلویزیون زیبای خورشید، زنده باشی. و یک سلام جداگانه، بسیار جداگانه خاص دارم به پیران زنگالی. خوب هستین، بخیر هستین شما؟ تشکر. آینکایتان دودیست، نمیفهمم که قار قار طرفو میبینین یا خوش خوش. اعتراض جلالی صاحب که ما در این فیلم ها بسیار منفی کار کردیم، مبادا از چشمایم بترسی یک دفعه. والا شکش هم نیست، شکش خرد نکنی. خودت در کوچه بچه ها سنجو صدا میکنن؟ بله. پیسه میتیشان یا اما تو شوقی؟ نه، ما مرا که سنجو صدا میکنن بله. البته کدام دلیل داره. دلیلش چی هست؟ دلیلش ایست که امی خود امی سنجیدت که هست که از مرا نواسه خاله مست. در آدوم هم تو گفته بود. خب سنجیدت و... نواسه خاله است. بله ای... یعنی نرگس زن سنلدت دختر خاله خودت. بله بله بله. اینا از اینجا رفتن، از افغانستان رفتن در هندوستان، اونجا و نرار خان باز امی فلما رو برد. امی خود نرگس، امی خود نرگس دختر خالیم باشه، دختر خالیت باشه. بعد از او باز در فیلم ها که رو برد یک فیلم به نام مادر ایندیا پر کردن جان. بعد از او باز امی پدر سنجیدت عاشق شد گرفتیشن. باز این سنجیدت به وجود آمد. چیم دوتر؟ سنجیدت به وجود آمد. خب شما آشنا دیر از شما را نمی بینیم جلالی صاحب، ما خواه می جستم دیگه، شاید شما ما را نمی بینین، شما دیگه حال بسیاری دوستارم نمی بینین. من خواه لاغر بودم، مگم شما حال لاغر شدید. راستی؟ از سابق کده بلی ها دیگه. شما از امو چیزی که پیشتر دوستا عزیز پیشتر سنم برای جلالی صاحب گفتم، از امو که جلالی صاحب در ابتدا ما خود دیده بودیم در دو برنامه گذشتم بودیم. بله به نظر من مترست. دیگه امو وقت جلالی صاحب بسیار لاغر بود، حال از اون کده لاغر شد. باید که امیال شما را میدیدیم باید چاق میشدن یک ذره، چون علاقه منده زیاد پیدا کردین جلالی صاحب، باید چاق میشدن. چرا لاغر شدین؟ شما
اولا در این وطن هم یادم چاق یک ذره بد هم معلوم میشه. خوب چرا وطن وضعش خوب نیستنه؟ امنیت نه، دنب و دنب هست، جنجال هست، فساد هست، تریاک هست، یه جنجال هایش زیاد هست. خوب است که ما خودت زیاد لاغر شدیم دیگه. همه تو خوب است. بلیا چی گفتین؟ شما نظرتان چی هست؟ بلا جلالی صاحب، خب ما خب تو رو همه تو سرحال میبینیم. خب همه ترش خوب است؟ بخیر. آقای امانیار، شما طرفدار آدم های چاق هستین یا آدم های لاغر؟ نه خیر، جلالی صاحب ما طرفدار شما هستم. شما لاغر هستن، نام خدا اندام خوب دارین، مریض هم نمیشین. من میگم آدم چاق با زود پیر بشه. من شما جلالی صاحب از روزی که یادم آمد شما خیلی تغییر نکردین. خواهش میکنم. همین چیزی که هست نیدم چیز از کارا در کجا هست؟ کارای جدید دارین زیر دست؟ فلم دارین؟ بله جلالی صاحب، فلم برگشت ما پنج تقریبا یک ماه پیش افتتاح کردم سینمای پارک. آها. بله این فلم نو ما دیگه تقریبا یک ماه بود دیگه چند بازار ریز میشن. آها. بخش بچی مگم نفره که پالوی تان شته این میگه در فلمی که من نباشم موقع بیننده نمیداشته باشه. ما چه مزگبشان خودشان البته دفاع میکنم. ولد جلالی صاحب از ما تقریبا مدت 15 سال است یا ما زیاد مصروف هستم. آها. ما خود هیچ فلم دیگه دقیق نمیفهمم که در کدام فیلم ها کار کردن و ما ندیدم شنا. سنگیدت 30 سال یک 30 سال خمیشه که در سینما هستید. بله ها 30 سال میشه. شاید جلالی صاحب در فیلم های سابق کار کرده باشن، زمان داوود خان ما کار کرده باشن، زمان دکتر صاحب نجیب الله. ما که بودم از وقت سلام سنگی بودم. آها. امرای سلام سنگی فلم داشتی؟ داشتیم فلم سربند. باز امرای در این عرصه کی تشویقت کرد؟ کی تشویقت کرد؟ یکوانه استادم که بود خود آقای جلالی بود. خب جلالی صاحب گپ از اینا دقیق است، چون هر کس که امی آدم خوشخوی امی بیننه خصوصا که در عرصه ممثلی کار کنه در رادیو در تلویزیون شما را هر کس بینه رویه میگیره، تشویق میشه که هم جوان بمانه و هم ولانه باز از سنجیدت فرق میکنه. یا خونه دیدی گفت که من بچه خاله نرگس هستم یا هم از او کمپانی همه تو هنرمند زاده شدن. بله بله ها سنجیدت در اونجا مصروف فلم است در افغانستان و اینا سنجیدت افغانستان است. اینا سنجیدت افغانستان است. یک ذره وطن ما اگر فلم نشانشان بتم یک فلم ما که نه نکو برو بان بان باشه آل باشه که یادم خوب یک دفعه شکش صحیح شوه بعد از او باز ما و شما گپ میزنیم. آی به اجازه شما وطن دارای عزیز، اگر تصویر و صدای شفاف میخواستین در خانه های خود در اختیار داشته باشین پس از ریسیورهای دیجیتالی خورشید استفاده نمایید. میریم یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. وطندارای عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم. نوبت میرسه به فکایا. چطور از فکایی یاداری سنجیدت بیادر؟ ولال فکایی خود در ذهن من نیست، اگر دوستا یاد داشته باشه بگوین که باز اگر من در یادم آمد میگم. خو خیلی تا وقت تو خودت یک خواندن برابر کو فهمیدی؟ بسیار خوب. و یک فکایی از خانم آشنا میشنوید. بسیار درست است. من فکایی برتان میگم. خب. جلالی صاحب به اجازه دوستا میگه یک شخص بود، یک معلم البته. آه. از شاگرد خود پرسان کده بود در صنف، گفتمی ده تا سیب است، اگر نو تایش ما بگیرم چند تایش میمانه به خودت، اگر نو تایش ما بخورم گفته چند تایش به خودت میمانه. شاگرد گفته معلم صاحب از اول میفهمیدم که خودت عادتایت همه تو گشنا وارس هم یک شام بخویش با من همان. خب
امو خواستگاری که رفته بودی چی رقم است؟ جلالی صاحب ما ماجر بودیم در پاکستان جان. ما او وقت امو دوران مجرتیم بود میخواستیم که کتا بگیرین میرفتین خواستگاری؟ بله رفتین خانه دختر خیر خواستگاری؟ شاپیره نامش بود شاپیره نامش بود هم از این سر بام باشنا شده بودیم؟ از سر بام باشنا شدیم و به توافق رسیدیم باز مرا گفت که مادر بیا خواستگاری مادرت هم رای خاله و یایت بیار قصه شما برات کوتاه میکنم یک خواستگاری رفته اونجا بیادر از این پرسان کردن که بچه‌ت خو عمل نداره همه تو رسانه بله باز مادره کزی گفته که بچه‌م در کابل که بود اونجا جنگ و جدل بود یک ذره غم سرش زیاد شد یگان دو چرس میزد آل نمیزنه دینمی آرز خیل با نگرفته که ما چرسیر دختر خدا نمیتیم بله بعد از او بازی گفته خو که دخترتان نمیتین خبی مرا اجازه بتین که من یک بیت میخوانم در دخترتان نام دخترشان شاپیره بوده اینالی هم آهنگ شاپیره تو یک زمزمه که برینشان قصه شما کردم تا چون بخوانم یا همه تو نه همه شیشتکایی خوبه برو مای کنیز دیگ بگی او شاپیره بینی ننت کج پلیتا او شاپیره بینی ننت کج پلیتا خودت تا دوست دارم آقای تا دوست دارم بی بی تا دوست دارم بیادر خورد تا دوست دارم مگرم بینی ننید کج پلیچاست بینی ننید کج پلیچاست بوشا پیرای بینی ننید کج پلیچاست از دو لک دلار نمی ترسم الله از موتل کابل نمی ترسم از دو خروار برنج نمی ترسم از موتر گل پوش دراز نمی ترسم مگرم بینی ننی کسی پلی بینی ننه کجو پلیتر جلال شاپیرای بینی ننه کجو پلیتر او ساتیره تیره بینا بی کیا جینا ابھی ساتی کا مادر شاپیرای گفت بیشرف بینی ننه خودت کجا پلیجا بلاخره نشد دیگه راستی چقدر جالب بود کمپوزشان بیخی کمپوز ایندی و شعر هم از خودتان بود نه؟ شعر از خودشان بسیار خوب بسیار خوب از ساختای خودم از ساختای خودشان همی شعر کجا پلیجا همی شعرتان اگه سودا کنین سرمچ دوره کلش هم بفروشم قسمت کجو پلیچ خب جلالی صاحب یک خاطره جالب بودم که باز یادم میره خوب از بفرمایید جلالی صاحب دوران طفلی بود ما سه نفر بودیم اجمل جان و مختارجان و سلامان شیرشین گفتیم بیای خیلی بریم جماعت بریم همین نماز یاد بگیریم در جماعت بسیار خوب است و نسبتا از ما گفت مختار جان کلمات ما گفتم وقتی که در سجده رفتی پس خیز گفتم ما یک دکه بتی باز ما اجمل جان گفتم شور میتون که باز بخیزیم پس گفت خو سعیز وقتی که رفتم در سجده رفتیم علامت موندیم شما من پتاس میگم مال ما را شور میتون حالا شور میده بعد سوالا میگن که پس خیسن باز دوباره در سجده در سجده میرم صدا گفتم اجمل بگریز از امروز دیگه تا امروز دیگه من جلوی سجده دیگه نماز هم نخوندم نماز خواندم خدا جماعت در مسجد دیگه نرفتیم خو 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 شما آشنا کارهای جدید دارید زیر دست
بله جلالی صاحب، یک دو سه کلپ ما بود که دمی اواخر نشر شد در رسانه ها از دوستا دیدن. آهنگی که با اردوی ملی خواندین بسیار مقبول است. سلامت باشین. بر اردوی ملی، بر سربازا، بر پلیس ملی، هیچ کدامشان به از سرگانم یا یک چیز کم میکنی خوارو؟ نه دلت دیگه سنگ تبان سنگ تنه، یک پیاله چای بیار دیگه. من چای میکوریست یا؟ دیگه کارای جدید ما زیر دست است، انشالله دوستا خواد دیدن، شایدش خواد بودن. اگه میگین از کارای جدید مگذر زمزمه کنم براتون. میشه ها، با کمال میل اجازه است سنجو بیا در یک زمزمه بگیریم. چرا نه بابا، با کمال میل میشنویم. سلامت باشین. امروی موسیقی زمزمه کنم یا بی موسیقی؟ خوب موسیقی با موسیقی باشه؟ با موسیقی اگه باشه خوب بخید با ترمه. خدا مقبول بود، زنده باشین. سنگیو رو به یاد هند انداختین. هندوستان چی باید می تمام ممثلای ما، تمام آوازخوانای ما از یک مملکت دیگه ما توصیف نمی کنیم. به نظر شخصی خودم شما افتخار افغانستان هستین، سینماگرای ما هستین، برادر دیگه ما جلالی صاحب. این قسم یا ممثل خوب در تمام هندوستان نیست. به افتخار یمی خو یک چک چک باور بکنید که سر هر افغان افغانستان زیباست. ما باید تا که افغانستان با پای خود استاد میشه هیچ حاجت توصیف مملکت دیگه نیست. هندوستان شما خوانده نه، هندوستان آمد ما و شما کپی میکنه. بله ببینید، ای خیر ببینید، یک وقت فکر کتا میگیریم و زود برمیگردیم. وطن دارای عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم. فکایام یاد دارین آقای امانیار یگان دانه؟ جلالی صاحب یک فکایی براتون میگم. برنامه را خودبانی پیش میبریم، هر کی که هر چیز گفتنی داشت بدون مشکل. خوب است سنجو جان؟ خوب است جلالی صاحب میگم. بفرمایید. از یک دیوانه پرسان کردن، گفتن اگر برای شما گفت کل دنیا را بتونیم چی میگنی؟ گفت کلش از سودان میکرم خارج میرم. آلی آینکای تمتو همیشه میباشه؟ آینکا دیگه همیشه میباشم نمیباشم. خواه حالی ری یک دفعه اوسو میکدی که چشمکای مقبولتا از پشت وید از پشت ویترین زیاد دیدیم. خواه حالی اگه ای را پس کنم که باز یک دفعه این مردم خواه فلمای ما را دیده بسیار امی که باز یو مرخ باره می برام
کیره؟ جلالی صاحب، یک دیالوگ فیلم بود که در دل چیز نکردم. میرا بسیار خوبش بود. آه ما منتظر شما پیش میرینم رای جلالی صاحب. برو تو یک یا کتی لالایم یک اکشن برو. من جلالی صاحب میره کتی شما برو. حالا سرد سالت گرفتن بسیار مشکل است. خب بیا ما خودت خواهی یک دیالوگ بدماشی پیش میبریم. بفرمایید. برو دیگه تو بدکار شو دیگه. جلالی میفهمی ۲۴ ساعت اگر رستمه بهم پیدا نکنی ایره بفهمی که گردن تا مرغ واره میبرم. رستم از کجا کنم برات؟ اگر پیدا نکدی فکر کن که زندگیت ختم است. سنجو بیبی روی تا خدا ببینه. خنده نکو. چرا خنده میکنی؟ باید در دیالوگ سر نخور. خانه یه من به سرش میتم. سنجو بیبی روی تا خدا ببینه. اما رستم اندیوال ما بود. کدام روز رستم کتی مدیدی؟ کدام وقت جیزگری رستم کدیم؟ ما چی کاره که تو رستم از پیش ما پرسان میکنی؟ ببین جلالی، رستم الماسای مرا برده. پیش دو که او را پولیس بگیره برم پیدایش میکنی که الماسا زندگی ما هست. بره بانی ما. سنجو اینجا خانه شیر است. سر خانه شیر نبیار که باید میخوری. خنده نکو. تو کتی کی خلبه رفتی؟ تو نو دادم مرد سر خوردی سنجو؟ به خیالم زندگی خوشت نمه. ما کی را زندگی خوشش نمه؟ فکرت بگی بسیار فکرت بگیری که مرا جبارخان میگه. جبارخان جبارخان بچه خاله نرگس مرام جلالی میگه. مرام جلالی میگه. اگر احترامت نمی بود جلالی میفهمی اگر او نمکت نمی خوردم حال نبودی ده اینجا. سنجو تو اگه آدم می بودی تو را شاپیره یا می دادن. راستی خوبش بود مگم شما را کمتون خنده می گرفت. نمی فهم که جلالی سب امی تمثیل جلالی سب سرطان تاثیر کرد. اترسته که اصلا خوی استادم است. خوب ولی ها در درسه هنر من را تشفیق هم می کده و دیگه ای را که من میبینم خود من را دیگه خنده میگیره دیگه. بیاسی دیگه جلالی صاحب تا بالا خوب هیچ خودت هیچ چیز نگفتی از همین شد صاحب؟ نفهمیدم. من خودت سادش هست نگفتم تا بالا خوب هیچ این خود کوچک نوازی میکنه دروغ میگه. خود سن ما و سن سنجو بسیار فرق میکنه. بله. او کوچک نوازی میکنه. میراسی جلالی صاحب یک وقت یک برنامه داشتین که می چی میگم کسایی که ممثل هستن ممثلی که مردم خنده میتن امور شما پیش میبردین. در موجه به نظر ما همقدر شاگرده هایی که به سن از اینان بود پیشتان میامد. شاید یکی شاگرده از اون وقتان باشه. بابا سنجو خواهد ما استازم از خودی پیر خرابات هستیره. با ما خاطر دختر خالی، خاطر سلندت، خاطر سنجیده دیگه در سنجو ما خیلی درام دارم. از ما هم این سنجیدت کرد؟ ای خود ای با در جنگل کلان شده. نه خودتان سنجیدت نه که امیتاب بچن و شاروخان افغانستان ماستن. ای دوست بچپن ام از، بچپن که دوست. درست است، ما اینا که میگن در جنگل کلان شده نه؟ ما راستی که یک منطقه ما بود
بسیار یک جنگل خطرناک بود. ها. وقتی که من به دنیا آمدم در اونجا وقتی که چشمایم واشد دیدم که جنگل است. جنگل است. من در نمی جنگل کلان شدم. و غیر حیوانات ها بود و دیگه بود. من از شیر خوردی؟ شیر شیر خوردیم. از اسب خوردیم. از گوسفند خوردیم. خیر ببینیم. یک از خر نخوردیم دیگه. چه جالب است با خدا. اون وقتی که شما در جنگل تولد شدین همیک شیر چیزایی را که شما نام بردین در جنگل بود؟ بله ها دیگه جنگل یک تکه پر از حیوانات بود دیگه. کدام جنگل بود؟ حیوانات بود، شیر بود، از بود سابقه بود، سابقه بود. هر کدام دل می سوختان و بر شما شیر می آورد. در منطقه چاردی بوده که بسا جنگل های بسا به سر به پا بوده دیگه. واو چه جالب. خیلی باد مادر جان کجا بود که تو شیری حیوانات خوردی؟ مادر ما خوب بود پیش دو که ما در اون جنگل که تولد مرا خو یک شیر در دان خود برد. سیکو همی که تولد بودی شیر برده تو را. شیر در دان خود برده. از وقتی که من چشمایم واز میشه که میبینم که من در بغل شیر هستم. نمونج است که باز دیگه و نمام شیر هم مره شیر داده بود. همی آینک های تبان. آینک های تبان. خوشتان آمد دمو آینک خوب معلوم میشد. دمو بسیار تشکر. نه والا ایتو که سیل میکنی باز آدم هم میترسانی ایتو که بی آینک باشد. حالا جلالی صاحب دیگه چی بود این برد دیگه خود تو گفتی که در جنگل تولد شده بود خود راستی که من یک حساب جنگلی دارم یک اینال هم موضوع بیکاری را سر نکنیم والا اگر کنین خود من همی بیکاری را خود من بیشار من میخواهیم که به جوانای ما یک کار بار یک سرنوشتشان جور شوند خب اینال هم موضوع بیکاری را این را باز که ساز موزیک داره چی داره؟ باز یک بریک هم داره یک بریک هم داره و بچه ها فکرتان باشه کرمبول میزنم بیکار هستم در کافی کرمبول میزنم سیگرت های نیم سوخته را بیتول میزنم سیگرت های نیم سوخته را بیتول میزنم بیکار هستم در کافی کرمبول میزنم سیگرت های نیم سوخته را نبود دارم مایک 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 برو نبود دارم نه جبلق نه پیزار پیوندی نبود دارم نه جبلق نه پیزار پیوندی هر جای که شیشتم لابست گرفتم بیکار هستم در کافی کرمبول میزنم سیگرت های نیم سوخته را بیتول میزنم بیکار هستم در کافی کرمبول میزنم سیگرت های نیم سوخته را بیتول میزنم بریک بریک از دست که کلایم چربا چه غیط است چربا چه غیط است از دست که کلایم چربا چه غیط است چربا چه غیط است هر خودتا با او گیلن پترول میتنام بکار استم در کافی کرمبول میتنام سگرت های نیم چوخ ترابی طول می
دستای نیم دختره به دل میزنم. پیامتون بگو، پیامتون بگو. آه پیامش با دشتکایی بگو. اونجا بگو. آه من خب این دیگه آهنگی بود که بیکارا در کافی شیشتر کرمبول میزنه و سگرت نیم سوختر هم بیتول میزنه. در گرفتن ما خو ما خو یک هنرپیشه های سینمای افغانستان هستیم. بله جوانای خود که ما میبینیم رنج میبریم. بلا والا رنج میبریم. والا بیخی ما را به قرآن وقته گریان میگیره که چرا این جوانای ما با اینقدر امکانات و با اینقدر یک پیسه که تا و بالا میشه دلار و دلار بازی چرا اینا اینقدر مظلوم و پریشان هستن؟ والا برای چی؟ برای چی؟ چرا یا ملکشان نیست یا اگر این جوان ها را نمیخواین که کار بار بتن کلش در دریای گمنا جمنا پرتن. گمنا جمنا بیادر میریم یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. وطن دارای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. آقای امانیار خسته نشید. شما زنده باشید. فکایی جا تو جلال سب میخوایم یک فکایی برسان بگم. ما فکایی جا زبان چوبی سبتی اگر میخورم. فکایی جان یک جلالی براتان یک جلالی میگو خوش نیه جلالی سب یک نفر سگ میدون. خوی نفر آمده که زیر پای خر افتید اونجا پت شد. وقتی که پت شد خوی خر رو میره زد کرده لغت. خوی آدم بسیار مایوس شد دمیده که روان شد رفت. پسر خدا سعی کرد که والا راستی که روز بعد بیادرم به درد نمیخوره. در روی استیج فکر میکنیم سه ممثل هستیم و یک نفر هم آوازخان. در مخ و خدا و قدر زیاد سر خود حساب نمی کنم. امانیارم که از وقت زیاد تجربه نداره گرچه آدم تکره هست قوی است. اما سنجیده تال خودت یک نقش برای ما کار کو برای شمع آشنا اتو فکر کو که ابراز محبت میکنی عاشق شدی مثلا گپا میگی دیالوگا میگی برای چهار دقیقه اتو فکر کو که شاپیره یمیست. شاپیره شان البته اگر شاید در تلویزیون اینا را ببینن دیگه. شاپیره است؟ بله شاپیره ایش در خانه است. البته خانم عزیزش یک نقش است. یک نقش است. اینا ما در مقابل شان هستم از او خاطر دیگه ما برشان کاپی باشم. سیست؟ کاپی شاپیره ای. خدا هم شاپیره چی رقم دخترم بوده خدا میدان. خب خیر دیگه حالا دیگه حالا را از جا کنیم کاپی شما را بگیرن هیچ فرق نمیکنه. اینه خلاص دیگه. من خواه همیشه نقشای منفی را کار کردیم. ما هیچ وقت عاشق نشدیم در فیلم ها. همیشه در فیلم ها یعنی جذابترین انسان ما بودیم. خب بگیم دفعه یکم تو عاشق بدکار شد گاییز و گاییز و اینی رقم هم ریشبوری را ندیدی؟ بگه دیگه داخل بی از او باز از او هم نمیشه نی؟ داخل از او نمیشه دیگه مثل کمیال ما کاپیستم دیگه باز آخر بچه فیلم بی از شاپیره هم بازی نمیشه ده. برو استاد شد شاپیره بگویم چی بگویم؟ همون شاپیره بگویم همی چیزی که دلتان هست بگویم. این دمو گرد همی چوکی همت دوره کده برو. ما دیگه جلالی سب چه به خودت بگیرم؟ تو خودت کار نداری. اگر نه زبان ما هم دراز است. خویگان اگه میگیم هم برش میگم. باز بگو یکان دیالوگ که تامد بگو. این دیگه هرچی بگو یه مچوب خدا بگیر کنم. نیوتا نمیشه. خوش شروع دیگه. ببین شاپیرای جان. بلند بلند. شاپیرای تو خو میفهمی که بدون تو ما زنده بره بانی ما
راست میگه اون جواب مداده میره. خب دیگه و تو را که ما بدست نبیارم ایجه امکان ندارم. چند بجه؟ مرا 20 سال پیش از دست داده بودی. ما حالا میخواهیم که تو همیشه از ما بودی و هستی. حالا ما اولاد دارم، حالا از او چیزا از او قصا تیر شده، چندین سال تیر شده، ایج دیگر من تو گفتی اگان تا غیر ممکن است که مستو شوم بعد از این. برای ما مهم نیستی گپا و ما میخواهیم که تو را از خود بسازم. چای میخوریست یا؟ ببینیم، امی دوستی هم بزور نمیشه، محبت هم بزور نمیشه. دورکوست، شما دیگر متازم عاشقه هستین که دیگر زور میگین دیگر. خیر بگوین، ددل تا نقده نمانین بگوین. ایره بیخی بفامی که وقت هم از ما بودی، حال هم از مستی. به خدا که شوارم خبر شو از ایگه پاید. اگر زنده باند سر دو پای بیشی همونجا، سر دو پای بیشی داد ماشی های تام نمیترسون. یعنی که بخی جواب تو نیست؟ بله، ما حال عاشق کس دیگه شدیم، حال از خود شوهر دارم، زندگی دارم، حال دیگه هیچ، ما دیگه نمیخوایم که دوباره عاشق شوم و آرسی هم دوباره بکنم. بلال داخر بازم اون شاپیره یا بخواه. نه یعنی که مرای دوست نداری؟ نه خیر نیاله، متاسفانه، بسیار میبخشه. بگو شاپیره مرا نمیگیری؟ شاپیره مرا نمیگیری؟ آله نمیگیرم، ات گفتم پیشوری جلالی سوا مرا کم آوردی، پیشوری هم بیننده، پیشوری هم اگی بخاطر که مادر ما دیگه بینی شکج گفتی، من خودتا نمیگیرم. باز به خانونم و بیته. آله که نمیگیری خیام خواندن من خواه اجازه بته که من بخانم. بخان. او شاپیره بینی ننید که جه پلیتا خوشا پیرای بینی ننید که جه پلیتا خودتا دوست دارم، آقای تا دوست دارم، بی بی تا دوست دارم، بیادر خوردتا دوست دارم، مگرم بینی ننید که جه پلیجا بینی ننید که جه پلیجا خوشا پیرا. ببخشتی دیگه خواهش میکنم، خواهش میکنم. خوبش خواندیم. خب مرم از خاطر از امی عزیز دادین که من چون که ما مادرم از یاد دوست دارم، شما هم دیگه من ننه ما گفتین کچه بله جد. خودم در فلما همیشه منفی کار کردیم، ما یک وقت در آشوخی وی گپا غرض هم نداشتیم. منطقه این امیر جلالی سای بگه امر کرد دیگه. خواهش کردیم، خواهش کردیم، خواهش کردیم. آروسی کردیم، سنجیدم خودتام نگفتیم مادر تو. خواهش میکنم، نه سنجیدم. آروسی کردی؟ بله ها. بینی خوشید که جو پلیش نیست؟ کلاگی میفهمه که جلالی سه هم تمثیل میکنه و شما هم چی گفتی؟ مقصد در دلتان چی نیست؟ نه جیانی نقرد نه خلاش شد نمیگم دادم. خوشید بینیش که جو پلیش نیست؟ یا کم کم هست. زبی جان فکایید کج و پلیچ هست. آن جلالی صاحب یک فکایی کج و پلیچ میگه. خوب است بفرمایید. آن جلالی صاحب یک بچه نامزاد بود. سگی آمده که از اطراف آمد کابل آمد. وقتی که کابل آمد نامزاد خود گفت بیا که بریم بر تفریح بریم شکر بزنم. شاپیرای بیا که بریم تفریح. بریم تفریح بریم شاپیرای. وقتی یا بر آمده یک پارک بسار یک پاک بسار زیبا بود مقبول سرسبز. همین نامزادش تونو سایگت برش گفت والا چی یک پارک مقبول و چی خوب سرسبز است. نامزادش پس تونو سایگت گفت والا کاش گاو میبودیم امیر میخوریم. خب تشکر میکنیم از شما، از موجودیت شما در برنامه. زنده باشین، قدم رنجه فرمودین. شما شما آشنا آقای سنجو
و همچنان آقای مانیار زنده باشین. تشکری از شما و همچنان اگر میخواستید تصویر و صدای شفاف در اختیار خود داشته باشید از ریسیورهای دیجیتالی خورشید استفاده نمایید. داخل میگیم اولی جان ریشکت که جپلی جان. و تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه ما.